به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. شبتون بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. شنیدین میگن طوری میزنم نفهمی از کجا خوردی؟ این یه نمونهشه. خبرگزاری رویترز ته خبری اعلام کرده که کارخانه تسلا در آلمان به دلیل کمبود قطعات ناشی از اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ تولید خود را متوقف کرده است. رویترز در ادامه هم اضافه میکنه کمپانی ولوو هم به همین دلیل فعالیت‌هاش در استکهلم رو به حالت تعلیق درآورده. البته این آغاز ماجرا هست و این تصمیم قبل از این درگیری‌های اخیر در بابل‌مندب گرفته شده. ضمن اینکه یمنی‌ها امروز یه بار دیگه بخشی از توانایی‌هاشون رو طی رزمایشی برای آمادگی نبرد فتح موعود و جهاد مقدس به رخ جهانیان کشیدن. خب از مقامات آمریکایی در این راستا زیاد صحبت کردیم و گفتیم که خیلی‌هاشون با این قضیه ی حمله به مواضع یمن مخالف بودن، ولی یه چیزی رو خدایی دقت کردین، دولت آمریکا به عنوان نماد لیبرال دموکراسی در جهان بدون اجازه از کنگره به یمن حمله نظامی کرد، یعنی حتی قوانین داخلی خودش رو هم نقض کرد. بعد عشاق لیبرال دموکراسی در ایران میگن چرا ایران سیاست‌های منطقه‌ایش را به رفراندوم نمیگذارد؟ واقعا چطوری بخشی از جامعه ایران انقدر رمانتیک شدن؟ یه چیزی بگم، بازدارندگی طولانی مدت جمهوری اسلامی ایران برای منطقه اگه نبود، اسرائیل فقط با پیاده نظام میتونست تا فرات لشکر بکشه و دنیا هم مثل همین الان تماشاچی بود. دولت اسلامی عراق و شام اسم رمز از نیل تا فرات بود که ایران مانع شد. حالا بریم ببینیم نظامی های آمریکایی در این راستا چی میگن. آمریکا همیشه از دیگران میخواهد تنش افزایی نکند، ولی برای خودش حد و مرزی برای ایجاد تنش در منطقه نمیشناسد. حمله های دیروز به یمن به نیابت از اسرائیل انجام گرفت. یمن کشتی های آمریکا، اروپا و هیچ کشور دیگری را تهدید نکرده و نخواهد کرد. آنها فقط کشتی های اسرائیلی یا کشتی هایی که مقصدشان بنادر اسرائیل است تهدید می کنند. ولی آمریکا، حکومت خودمان را می گویم، وارد جنگ به نیابت از اسرائیل شد. ضمن اطلاعتون عرض کنم که ایشون هیثم فرج، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا هستند، در گفتگو با شبکه مصری قاهره الاخباریه. تو همین حین که داشتیم صحبت‌های ایشون رو گوش می‌دادیم، مقاومت اسلامی عراق پایگاه آمریکایی‌ها رو در میدان نفتی کنیکوی سوریه هدف حملات موشکی قرار داد. در بیانیه منتشر شده توسط مقاومت عراق تصریح شده که رزمندگان مقاومت در ادامه خط مشی مقاومت در برابر نیروهای آمریکایی در عراق و منطقه و در پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با استفاده از چند راکت و پهپاد، پایگاه آمریکایی‌ها را در میدان نفتی کنیکو در سوریه هدف قرار داد. بعد از 8 سال جنگ علیه یمن، آمریکا هنوز درس عبرت نگرفته است. یمنی‌ها هرگز تسلیم نخواهند شد. ضربه‌هایی که آمریکا به یمن زد استراتژیک نبوده است. به خاطر همین نتیجه می‌گیریم جاهلانه تجزیه و تحلیل کردند. به خاطر همین نمیتوانند جلوی یمنی ها را بگیرند و یمن همچنان کشتی های اسرائیل را در دریای سرخ و باب المندب مورد هدف قرار خواهد داد. در این که شکی وجود نداره، اما در مورد حمله امروز صبح آمریکا به مواضع یمن، نائب رئیس هیئت اطلاع رسانی جنبش انصار الله یمن در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد پایگاهی که ارتش آمریکا را هدف قرار داده از کار افتاده بود و نیروهای ارتش یمن حضور آمریکایی‌ها در منطقه را غیر قانونی تلقی می‌کنند. هدف قرار دادن تجهیزات جنگی آمریکایی در منطقه برای نیروهای ارتش یمن اقدامی مشروع است. نیروهای ارتش یمن به آمریکایی‌ها اجازه حمله به این کشور را نخواهند داد. انصار الله یمن اعلام کرد که تمامی ناوهای آمریکا و بریتانیا در باب المندب و خلیج عدن هدف ما هستند و عبور آنها از دریای سرخ به طور کامل ممنوع است. پاسخ به حملات اخیر علیه صنعا
نزدیک است. همزمان با این صحبت‌ها آلمانم که انگار بدجوری دلش می‌خواد یه دستاوردی از این جنگ داشته باشه، قصد کرده که واسه شرکت در عملیات نظامی برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای انصارالله یمن، ناوچه پدافندی F-124 کلاس هسن رو به دریای سرخ بفرسته. غافل از اینکه ارباب بهترین هاشو داره، البته به زعم خودشون، ولی تا الان چیکار تونسته انجام بده؟ دیگه شما که تو جنگ اوکراین ثابت کردین تسلیحات پرزرق و برقتون بیشتر به درد پشت ویترین میخوره تا میدان واقعی. حرف از اوکراین شد، این خبرم بهتون بدم، بعد به ادامه بحثمون میپردازیم. اعلام توافق امنیتی بی سابقه بین کیف و لندن. رسانه ها اعلام کردن که ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف از توافق امنیتی دو جانبه بی سابقه خبر دادن. بر اساس این توافق بزرگترین عملیات تحویل پهپاد به اوکراین صورت خواهد گرفت و بیشتر این پهپادها هم در انگلیس ساخته خواهد شد. این وعده در حالی داده شده که سخنگوی نیروی هوایی اوکراین همین چند ساعت پیش اعلام کرد شمار زیادی از موشک‌های بالستیک در حملات امروز شنبه روسیه، از جمله موشک‌های هایپرسونیک کینژال و خواب 22 روسیه، روی هدف قفل می‌شوند و سامانه پدافندی ما توان سرنگونی موشک‌های هایپرسونیک را ندارند. همینا چند وقت پیش 16 تیر کینژال رو منهدم نکرده بودن، یا اون موقع جنسش با الان فرق داشته؟ منظورم جنس موتوری است. بگذاریم، از بحثمون دور نشیم. متوهمین عالم در توییتی نوشتن که اسرائیل اعلام کرد در بعضی از تونل‌های غزه آنقدر دلار و یورو و ارزهای رایج دیگر هست که واقعا در شوک هستیم که چگونه ایران این حجم از پول را وارد غزه کرده و همچنین چگونه مردم ایران در شرایط سخت زندگی می‌کنند در حالی که این مقدار از پول‌های ایران در غزه هست. شهر زیرزمینی غزه. از اسم و تصویر آکانت معلوم از آلبانی این مسیج رو نوشته. یا بگم تازه این عکس فقط مال یکی از تونلا بوده، همه رو حساب کنیم بالای 100 میلیارد دلار از پولهای مردم ایران دست غزه است. ضمن اینکه اسرائیلی ها اعلام کردن یه سری تونل های آبی هم بوده تو غزه پر از شمش طلا که ایران با زیر دریایی براشون برده، جوری که پرای نتانیاهو ریخته هستن. والا بریم یه فیلم هم از مزدور رسانه‌ای اعظم ببینیم. آفریقای جنوبی پرونده رو به لاهه برده، ولی چقدر واقعا به نظرتون مدارکی که آفریقای جنوبی ارائه داده محکمه پسنده؟ من در این مدتی که جنگ جریان داشته اظهار نظرهای خیلی از مجامع حقوقی رو دیدم که منتشر شدن، استادان حقوق در دانشگاه‌های مختلف جهان، انجمن‌های حقوقی، تقریبا همه اینها نظرشون بر این بوده که اسرائیل متهم به جنایت جنگی شده، هم جنایت جنگی مرتکب شده و هم که متهم به نسل‌کشیه. این صحبت‌ها رو پس ذهنتون داشته باشین. به نظر میرسه که مطرح شدن این شکایت در دادگاه لاهه صهیونیست‌ها رو با چالش‌های جدی‌تر و بیشتری مواجه کرده دوستان. الان دلیلش رو عرض می‌کنم. همزمان با آغاز این دادگاه، نتانیاهو از موضعی که از آغاز حمله زمینی غزه به اون تأکید داشت، یه جورایی عقب نشینی کرده و گفته که اسرائیل قصد ندارد در نوار غزه باقی بماند. این عقب نشینی در اظهارات نتانیاهو موید این گزاره هست که باز شدن پرونده حقوقی، اونم با اتهام نسل کشی علیه اسرائیل، واسهشون تبعاتی به همراه خواهد داشت که موقعیت اسرائیل در منطقه و جهان رو با تغییر قابل توجهی همراه خواهد کرد. بر این اساس صهیونیست‌ها به دنبال این خواهند بود که با لابی و اعمال نفوذ آمریکایی‌ها رأی دادگاه به نفع اسرائیلی‌ها صادر بشه، با این تفاوت که در این دادگاه چیزی تحت عنوان حق وتو وجود ندارد و رأی 8 قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت کافی خواهد بود. با این وجود اما برخی از کارشناسان هم این گزاره رو مطرح می‌کنند که آنچه وکلای حقوقی به لاهه برده اند و اسناد درباره اتهامات اسرائیل آنقدر دقیق و موشکافانه است که رأی دادگاه به زیان اسرائیل خواهد بود. با این تفاسیر اگه این اتفاق بیفته شرایط واسه اسرائیل از قبل هم بدتر خواهد شد. در صورتی که رأی دادگاه به ضرر اسرائیل تموم بشه و حتی اقدام قابل توجهی هم برای مقابله با صهیونیست‌ها صورت نگیره، اسرائیل علناً و در مجامع بین المللی به عنوان رژیمی شناخته خواهد شد که به نسل کشی دست زده. حالا بریم ببینیم منشأ امیر در این زمینه چی میگه. اگر در روزهای اول بمباران‌های سنگین بود، این یکی از واجبات جنگه و می‌بینیم که امروز بمباران‌ها بسیار بسیار کم شده. اینکه دیده شد و گفته شد که سربازان اسرائیلی رفتن توی یه خونه قلیون کشیدن یا لباس
اونها رو پوشیدن یا یه در رو برهنه کردن. این یک واکنش بسیار طبیعی یک سربازه. فکر نمی کنید در این حال یک استاندارد دوگانه ای هم هست؟ مثلا میزان قطعنامه هایی که سازمان ملل علیه اسرائیل وضع میکنه رو مقایسه بکنید با مثلا لیبی، سوریه، جمهوری اسلامی، فکر نمی کنید یک استاندارد دوگانه ای در برخورد با اسرائیل وجود داره؟ چقدر دقیق گفتی فردا جان. شما این کشورهایی که نام بردی رو با اربابت مقایسه میکنی، جمهوری اسلامی که کلا بحثش جداست، ولی لیبی و سوریه واقعا جوابش رو از زبان کارشناس خودشون بشنویم بهتره. دوستان یه موقع نگن همیشه یه طرفه میری پیش قاضی. البته از لحاظ تعداد قطعنامه ها این بیشتر برمیگرده به اینکه این طول مدت زمان نزاع میان اسرائیل و فلسطینیان خیلی طولانی تره تا مثلا مسئله ای که در لیبی یا در جنگ داخلی سوریه. سرانه هم نگاه بکنید در سال تعداد قطعنامه های که علیه سوریه جمهوری اسلامی هست خیلی کمتره تا قطعنامه های که علیه اسرائیل. ما بیم از این منظر نگاه بکنیم که اسرائیل با سوریه فرق داره، با لیبی فرق داره، یعنی یا حداقل خودش هم دوست داره که با اینا فرق داشته باشه. در اروپا مثلا تصمیم گرفتن که یهودیان بفرستن به اسرائیل، این کشور اسرائیل تشکیل بشه، گرچه گفته میشه که اون وقت در واقع میخواستن خودشون از شر یهودی‌ها خلاص کنن، نه اینکه خیلی دوست داشتن که یهودی‌ها به ارض موعودشون برگردند. حتما نظرتون رو در مورد این اقدام دادگاه بین‌المللی لاهه و تاثیرگذاریش برامون کامنت کنین. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.